به نام خدا و به عرض سلام، بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. 16 پروژه زیربنایی معارف در ولایت هرات گشایش یافته است. فاروق وردک وزیر معارف کشور که برای افتتاح این پروژه ها به ولایت هرات سفر کرد میگوید این پروژه ها مشمول تهداب گذاری ساختمان های تدریسی، لابراتوارها، ساختمان انستیتوت ها و تربیه معلم است. هزینه این پروژه ها 244 میلیون افغانی تخمین شده که از سوی کشورهای ایتالیا و آمریکا پرداخت شده است. رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بر اهمیت و تداوم نشست های سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا تاکید کردند. آقای کامرون در این دیدار که عصر روز گذشته در ساختمان صدارت این کشور انجام شد، گفته است پس از آن که نیروهای بریتانیایی افغانستان را ترک می کنند، کشورش برنامه های کمک به افغانستان را دارد و از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می کند. نخست وزیر بریتانیا همچنان بر اهمیت و تداوم نشست های سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا تاکید کرده است. رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات برای پناهجویان کشور در ایران و پاکستان را یک تصمیم سیاسی و چالش‌زا می‌داند. فضل احمد منوی می‌افزاید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای پناهجویان کشور در ایران و پاکستان یک اشتباه تاریخی خواهد بود. با باور آقای منوی، کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات در درون کشور با مشکل روبرو است و توان برگزاری انتخابات در بیرون از کشور را نیز ندارد. و خبر اخیر این که سازمان عفو بین الملل گفته است که اردن از ورود صدها پناهجوی سوریه جلوگیری کرده است. بر بنیاد گزارش این سازمان، شمار زیادی این افراد را کسان تشکیل می دهند که مدارک کافی نداشتند. در این گزارش افزوده شده است که بیشتر این افراد با مشکلات بهداشتی و گرسنگی شدید روبرو هستند. اما مقام های اردن با رد این گزارش گفتند که مرزهای این کشور بر روی پناهجویان سوری باز است. این بود فشرده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. از توجهتان سپاس. خدا نگهدار.